سلام، خوش اومدیم به کانال کریپتو فارسی. من علیرضام، مدرس و محقق در زمینه ارزهای دیجیتال. تو این ویدیو میخوام در مورد اکوسیستم سولانا باهاتون صحبت بکنم و موقعیت های عالی که این اکوسیستم برای ما فراهم میکنه رو براتون شرح بدم. علاوه بر اینکه در ابتدای ویدیو یه توضیح خیلی مختصر در مورد خود بلاکچین سولانا و کوین اون یعنی کوین سول میدم، سه تا موضوع اصلی رو تو این ویدیو بررسی میکنیم که اولی شامل پیدا کردن پروژه های آینده دار و پروژه هایی که میتونه در شبکه سولانا به رشد قیمت زیادی برسه و آینده خوبی داشته باشه، نحوه ایجاد کیف پول بلاکچین سولانا رو بهتون میگم و نحوه خرید این کوین ها و توکن ها رو توی صرافی غیر متمرکز، که صرافی غیر متمرکز هم یه بحث خیلی جدید و جالبه که دونستنش خالی از لطف نیست. و در مرحله سوم ایجاد NFT رو تو بلاکچین سولانا بهتون میگم و نحوه قرار دادن این NFT ها تو مارکت پلیس های مختلف که به خاطر هزینه تراکنش بسیار پایین کوین سول میتونه هنرمندای زیادی رو جذب خودش بکنه. پس برای دیدن این موارد لطفاً تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. ممنونم. پروژه بلاکچین سولانا در سال 2017 توسط آقای آناتولی یاکوبینکوف تأسیس شد و از اون زمان ایشون به همراه چند نفر دیگه از نخبه های امور کامپیوتری مشغول ساخت این بلاکچین هست. این بلاکچین یکی از سریع ترین بلاکچین های موجود توی دنیاست و در حال حاضر توانایی پردازش 65,000 تراکنش بر ثانیه رو داره که تقریبا میشه گفت با ویزا یکیه. یکی از دلایل موفقیت کوین سول جناب آقای سم بگمن‌فرید بوده که ایشون یکی از باهوشترین افراد توی حوزه های ارزهای دیجیتاله که صرافی FTX رو تأسیس کرده و صرافی غیر متمرکز سروم رو تأسیس کرده و چند تا شرکت دیگه در زمینه های مختلف هم داره. اگه بخوام هوش اقتصادیش رو بهتون نشون بدم میتونم به این توییتش اشاره بکنم که تقریبا حدود 3-4 ماه پیش این توییت رو انجام داده که گفته هر چقدر کوین سول دارید و میخواید بفروشید تو قیمت $3 به من بفروشید، هر چی بفروشید من میخرم. و همینطور که میبینید تا الان یه سود خیلی خیلی زیادی رو از خرید این کویناش برده. اما چیزی که تو این ویدیو میخوام باهاتون صحبت بکنم و فکر میکنم که میتونه کمکتون بکنه که سود بیشتری از این بازار ببرید، استفاده از صرافی غیر متمرکز، شناسایی و خرید پروژه هایی که توی این بلاکچین میتونه در آینده سود خوبی به ما بده و در نهایت ایجاد NFT. اما این نکته رو در نظر داشته باشید که خرید پروژه های نوظهور توی بستر سولانا یه کار پر ریسکه، که البته در این حال که پر ریسکه میتونه بسیار پرسود هم باشه و رشد چند هزار درصدی به ما برسونه. پس بنابراین اگر میخواید که توی این حوزه و با این تکنیکی که من میگم کسب سود بکنید، حتما لازمه که این سرمایه‌گذاری رو توی قسمت سرمایه‌گذاری پر ریسکتون انجام بدید و نهایتاً چند درصد از داراییتون رو اختصاص به این کار بدید. نکته دوم، با اینکه پلتفرم غیر متمرکز بسیار آینده خوبی رو به ما نوید میدن، اما هنوز هم در حال حاضر اشکالات و ضعف‌هایی دارن که یک کدوم از این اشکالات میتونه حجم معاملات کم باشه که باید به این نکته هم دقت بکنید. اگر میخواید در مورد مسائل پایه‌ای بلاکچین سولانا اطلاعات بیشتری به دست بیارید، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو که چند وقت پیش راجع به کوین سولانا و بلاکچین سولانا ساختم رو ببینید، حتما میتونه کمکتون بکنه. قبل از اینکه بریم سراغ کامپیوترم و بهتون نشون بدم که چطوری میتونید از این تکنیک‌ها استفاده بکنید، لطف میکنید اگر کانال رو لایک و سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیویی که براتون میسازم بتونید استفاده بکنید. خب قبل از هر کاری برای اینکه بتونیم توی بلاکچین سولانا تعامل داشته باشیم، باید یک مقدار کوین سول بخریم. من خودم توی صرافی کوینیکس کار میکنم و خوشبختانه صرافی کوینیکس بیشتر کوین ها رو داره. یه ویدیو ساختم راجع به اینکه چرا فکر میکنم صرافی کوینیکس بهترین صرافی برای اینا نیاز، میتونید تو قسمت بالا سمت راست کلیک بکنید و ببینید. خب حالا برای اینکه بتونیم این کار انجام بدیم، باید یه مقدار کوین سول بخریم. بعد از اینکه کوین سول رو خریدیم، باید بیایم داخل این لینکی که من براتون میذارم تو قسمت توضیحات ویدیو، کیف پول فانتوم هست. این یک کیف پول وب 3 که شما میتونید با دانلود کردنش با برنامه‌های غیر متمرکز سولانا تعامل برقرار کنید. دقیقا مثل کیف پول متامسک که یه جورایی کیف پول تراسپلت هست، که این لینکش مخصوص کرومه. خب وقتی که وارد بشید با همچین صفحه‌ای روبرو میشید. Create New Wallet رو که بزنید، این کلمات رو به صورت تصادفی بهتون نشون میده. حتما باید این کلمات رو یه جای امن یادداشت بکنید و نگه دارید، به خاطر اینکه دسترسیتون
اگر کامپیوترتون خراب بشه یا بخواید کیف پولتون رو بازآوری کنید با همین کلماته. کلمات رو که کپی کردید یه پسورد باید برای خودتون بذارید و اونو تکرار بکنید و وقتی کلیک بکنید یه شورتکات هم بهتون نشون میده که اگه بخواید میتونید ازش استفاده بکنید و بعد از این کار دیگه تقریبا کار شما تموم شده و کیف پولتون آماده شده و فقط کافیه که یه مقدار کوین سول داخلش بریزید. میتونید از تو قسمت اکستنشن ها پینش بکنید تا اینکه توی صفحه بالا براتون نمایش داده بشه که بتونید راحت ازش استفاده بکنید. وقتی کیف پول رو بزنید این نمای کلی کیف پول فانتوم شما خواهد بود. برای اینکه بتونید واریز بهش داشته باشید قسمت رسیو رو میزنید و از قسمت سنت فرام اکسچنج میایید و آدرس کیف پول فانتوم خودتون رو کپی میکنید و میرید توی صرافی که حالا ازش کوین سولانا قراره بخرید اونو پیست میکنید. حالا از اونجایی که من نخریدم الان باید یه مقدار کوین سولانا بخرم، تصمیم میگیرم که 20 دلار کوین سولانا بگیرم و بعد انتقال بدم. حالا میبینید که چقدر هزینه تراکنشش پایینه و چقدر سرعت تراکنشش بالاه. وقتی خریدم و انجام میدم توی سایت کوینیکس برام اینجا میزنه که خرید با موفقیت انجام شد و حالا فقط تنها کاری که باید بکنیم اینه که بریم تو قسمت اسست ها و انتقال بدیم. خب اینجا سولانا رو انتخاب میکنم، میام و آدرسی که قبلا از کیف پولم کپی کرده بودم توی قسمت آدرس ها پیست میکنم و بعد وقتی سند رو میزنم تنها کاری که باید بکنم اینه که عبارت دعاملیم رو وارد بکنم و ایمیلم رو تایید بکنم تا اینکه تراکنش انجام بشه. خب حالا همینطور که میبینید این مقدار به کیف پولم وارد شد و تقریبا 19.96 سنت وارد شد که 4 سنت فقط هزینه تراکنشش بوده. میتونیم با تنظیمات کیف پول آشنا بشیم، میتونیم توکن های جدیدی اد بکنیم یا اینکه توکن ها رو انتخاب بکنیم که بهمون نشون نده. حتی داخل کیف پول خودش یک سواپ داره. اما من پیشنهاد میکنم که همیشه از تو قسمت تنظیمات برید و یک کیف پول دیگه برای تبادل با برنامه های غیر متمرکز ایجاد بکنید. این باعث میشه که امنیت حسابتون خیلی بره بالا. پس یک کیف پول باشه که شما داراییاتون داخلشه و یک کیف پول ثانویه ایجاد بکنید مخصوص مبادله با برنامه غیر متمرکز، به خاطر اینکه شما نمیدونید که یک برنامه ممکنه که برنامه کلاهبرداری باشه و شما با متصل کردن کیف پولتون داراییاتون از دست بدین. پس همینجا یک کیف پول دوم درست میکنیم و با خیال راحت دیگه توی برنامه ها کار میکنیم. خب یادتونه بهتون گفتم که صرافی FTX که مال آقای سم بگمن فرید حسابی هوای پروژه های سولانا رو داره، حالا تو این صرافی میاد یه IEO یا Initial Exchange Offering برگزار میکنه و بهترین پروژه های سولانا رو به صورت فروش توی صرافی عرضه میکنه. این همینجوری که میبینی اینجا قیمت پروژه‌هایی که توی این صرافی لیست شدن و تاریخ لیست شدنشون و قیمتشون در ابتدای زمانی که لیست شدن و انتهای اون روز و قیمتشون در حال حاضر رو نشون میده. ببینید که فقط چند درصد سود بردن هر کدوم از این پروژه‌ها. حالا من لینک این سفر رو براتون میذارم، میتونید برید و هم این پروژه‌ها رو ببینید و هم حواستون باشه که اگر در آینده پروژه‌ای خواست اضافه بشه به این صرافی میشه احتمال داد که یک پروژه بسیار خوب و با احتمال رشد بالایی. البته همونطور که بهتون گفتم این ضامن این نیست که همیشه همه پروژه همینقدر سود بکنن، بلکه فقط یه دید بهتری به ما میده و احتمال خیلی زیاد میشه گفت که پروژه‌ای که در آینده لیست بشه میتونه یک پروژه بسیار سودده باشه. و البته میتونید از خود توییتر FTX و یا منابع اطلاعاتی دیگه هم در مورد لیست شدن پروژه های جدید توی این صرافی اطلاع پیدا بکنید. این لینک صرافی غیر متمرکز سروم هست که شما میتونید با متصل کردن کیف پول فانتوم خودتون به این صرافی شروع کنید به عملیات خرید و فروش ارزهای دیجیتالی که در بستر سولانا هستن. البته مثلا میتونید بیت کوین یا اتریومی که توی بستر سولانا هم هست خرید بکنید که فرقی قیمت لحاظ قیمتی با خود بیت کوین و اتریوم نداره. شما فقط پسوردتون رو وارد میکنید و بعد اجازه دسترسی به این سایت بدید رو وارد میشید. صرافی غیر متمرکز همونطور که بهتون گفتم در واقع از خیلی لحاظ از صرافی متمرکز بهترن، اما همچنان جای کار دارن و همچنان کامل نیستن و به خاطر چند تا مسئله، یکی حجم معاملات و چند تا مسئله دیگه، فعلا استفاده از صرافی های متمرکز به نظر بهتر میرسه. ولی در آینده مطمئن باشید که صرافی های غیر متمرکز
جای خودشون رو پیدا میکنن. شما اگر خواستید این پروژه‌ای که توی اون صفحه دیدید یا پروژه‌ای که تو بستر سولانا هست خرید بکنید، کاملا مثل یک صرافی متمرکز میتونید بیاید قیمت خرید یا قیمت فروش براش تعیین بکنید و خرید و فروشتون رو انجام بدید، در حالی که در سواپ ها این امکان وجود نداره برای شما. با اینکه هزینه هر تراکنش توی شبکه سولانا پایینه، اما باید به این نکته دقت داشته باشید که ممکنه که به دلیل همون مسئله حجم معاملات شما مجبور باشید یه دارایی رو با قیمت بالاتر از اون چیزی که واقعا هست خرید بکنید. و همونطور که بهتون گفتم این مسئله در آینده بالاخره حل میشه، اما همچنان پیشنهاد من استفاده از صرافی کوینیکس به جای صرافی دیگه. اما خب اگر دیدی توکنی هست که داره توی مثلا این صرافی FTX لیست میشه، مثلا تو بستر سولاناس، و احتمال افزایش قیمت زیادش هست، میتونید بیاید و از همین صرافی غیر متمرکز خریدش رو انجام بدید. خب حالا بریم بحث محبوب NFT رو شروع بکنیم. شما برای ایجاد NFT در بلاکچین سولانا میتونید به این وبسایت مراجعه بکنید که لینکش رو براتون میذارم، و دوباره مطابق معمول باید کیف پولتون رو متصل بکنید و میتونید NFT خودتون رو با هزینه زیر $2 در حال حاضر ایجاد بکنید که هزینه خیلی خیلی مناسبیه برای کسانی که میخوان NFT شون رو ایجاد بکنن، و این NFT در بستر بلاکچین سولانا است. و در نهایت شما در آینده قادر خواهی بود که این NFT رو تو بسترهای دیگه هم مبادله بکنید. خیلی ساده است NFTش. اگر بحث NFT ها رو میخواید دنبال بکنید و نمیدونید چطور باید NFT ایجاد بکنید، این فیلمی که از قبل ساختم رو ببینید و خیلی کمکتون میکنه. اینجا هم هزینه ها رو میبینید که با حدود 1.5 دلار شما NFT تون ساخته میشه، و این NFT تون به محض اینکه ساخته میشه وارد کیف پولتون میشه و میتونید اون رو توی مارکت پلیس ها قرار بدید و به فروش برسونید که حالا بهتون میگم. خب حالا برای اینکه بتونید NFT خودتون رو توی مارکت پلیس یا همون بازار NFT قرار بدید، داخل سایت solanaart.io باید برید که لینکش رو من میذارم، دوباره کیف پولتون رو باید متصل بکنید و بعد میتونید اینجا NFT بخرید، بفروشید یا هر کار دیگه‌ای که دلتون میخواد رو NFT انجام بدید. چند تا از NFT های خیلی محبوب هم اینجا لیست شده، میتونید نگاه بکنید که چه NFT هایی هست، ازشون یاد بگیرید و خلاصه NFT های خودتون رو قرار بدید. با هزینه بسیار بسیار پایینی این کار قابل انجامه. تنها کاری که باید انجام بدید اینی که از قسمت بالای صفحه به قسمت والت خودتون برید، و اگر NFT داشته باشید که مطابق اون مرحله قبلی ساخته باشید که بعد تو کیف پولتون باشه، اینجا براتون قابل نمایشه و میتونید NFT خودتون رو برای فروش قرار بدید، یا NFT های فروش رفتتون رو ببینید، و یا درخواست های خرید NFT که از سمت دیگران بهتون شده رو ببینید. تمام پروژه های حال حاضر توی بلاکچین سولانا در حال پیشرفت و بهبودن، و میشه در آینده امیدوار بود که این پروژه ها از هر نظر پیشرفت داشته باشن و بهتر بشن. اگه این ویدیو براتون جالب بود و فکر میکنید میتونه برای دیگران هم مفید باشه، لطف میکنید اگر ویدیو رو لایک بکنید و این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید تا اونها هم بتونن استفاده بکنن. ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. تا برنامه بعدی، خداحافظتون.